اعضای پارلمان مصر و نمایندگان الازهر و مؤسسه های رسانه این کشور طی نشستی درباره ممانعت از صدور مجوز سخنرانی دینی برای افراد غیر متخصص توافق کردند این نشست توسط کمیته امور دینی و اوقاف پارلمان مصر به ریاست علی جمعه برگزار شد در جریان این جلسه پیشنویس قانون ارائه شده توسط طارق رزوان عضو پارلمان و رئیس کمیته حقوق بشر و 60 نماینده دیگر پارلمان مصر مورد بررسی قرار گرفت و برخی از احکام فرمان ریاست جمهوری مربوط به سال 2014 در رابطه با تنظیم کار خطبهخانی و ارائه دروس دینی در مساجد و احکام مربوط به آن تقدیر شد علی جمعه با بیان اینکه پیشنویس قانون با هدف کنترل گفتمان مربوط به امور دینی و خطب های دینی ارائه شده گفت این پیشنویس ارتباطی به وزارت اوقاف ندارد و اعتراضی به عملکرد این وزارتخانه نیست اما موضوع کنترل و نظارت بر گفتمان دینی را بررسی می کند. تارق رزوان نماینده ارائه دهنده این پیشنویس قانون نیز گفت تا زمانی که شبکه های محوار... فردی مدعی علم و فرهنگ دینی را به ما نشان می دهند در حالی که باعث ایجاد فتنه و آشفتگی می شوند واجب است که در این قضیه ضوابطی وجود داشته باشد و مجوزهایی از سوی طرفهای زیربط برای سخنرانی افراد وجود داشته باشد